بازم خوش آمدین بینده های عزیز. تا نیم ساعت دیگه پیرامون صلح صحبت خواهیم داشت و در برنامه صلح صحبت خواهیم کرد. مهمان ما در این برنامه آقای داود حق پرست، آقای امور سیاسی هستند و بیشتر صحبت میکنیم پیرامون آخرین اخبار و اواشی سال. آقای حق پرست، خیلی خوش آمدین به برنامه. من هم عرض سلام دارم خدمت شما جناب آقای کمال، همکارای تکنیکیتان و بینندگان عزیز تلویزیون افغان. بس را میخواییم از آخرین سفرهای آقای خلیلزاد به کابل و کشورهای منطقه آغاز بکنیم. چه علت به نظر شما باعث شد که به یک بارگی آقای خلیلزاد سفرهای مختلف به مناطق مختلف داشتن و در آخرین سفرهای خودم به کابل آمدن و با یک عده سیاسیون دیدن؟ حالا احتمال از این وجود داره که گفتگوهای صلح از سر گرفته شوه و این سفرها خود چه پیام را میتونه به مردم داشته باشد؟ جناب آقای کمال، مردم افغانستان متاسفانه در 4 دهه اخیر هر لحظه، اگر پیر بود، اگر جوان بود، در زبانشان صلح بود و خواستار صلح بودند. در طول 40 سالی که گذشت متاسفانه ما دیدیم که نظام های مختلف آمد، افراد و انسان ها را به انواع مختلف کشتند، به شکل بیرحمش کشتند در نظارت خانه ها و در بندی خانه ها و در پولیگون ها، اینا را زیر خاک کردند تا صدای صلحخواهی از این مردم به اصطلاح ببندن و خفه بکنن. ما به فال نیک میگیریم سفرهای آقای خلیلزاد، مطمئنا که تاثیر گذار است، کما این که ما قبل از انتخابات هم برادرای طالب ما و مخالفای ناراضی مردم افغانستان و نظام افغانستان به این آماده شدن که بیان به دور یک میز و با حکومت صلح بکنن، ولی متاسفانه چون امریکا خودش سناریوی خودش داره، در دقیقه 90 بحث صلح به کلی مختومه شد و بحث انتخابات شد و انتخابات رو متاسفانه ما دیدیم. بلا علت چی بود که به یک بارگی امریکا گفتگوی صلح را متوقف ساخت؟ حتی احتمال از این خیلی قوی بود که توافقنامه بین امریکا و طالبا به امضا برسه و در مبحث دیگه حتی گفتگوی بین الافغانی هم آغاز شود، اما به یک بارگی آقای ترامپ این گفتگوها را متوقف ساخت و اصل هدف امریکا پیرامون این موضوع چی بوده؟ سیاست های امریکا شما میدونید آقای کمال که مختص به خودش است. وقتی که سیاست را سیاست مداران امریکایی به اصطلاح طرح می کنند، در او اول منافع خود، منافع مردم، منافع مردم امریکا و او خواستای تسلطگرایی که داره می خواهد بالای دنیا به اصطلاح تحمیل بکنه. در طول 13 سال اگر یادتان باشه نظام کرزی بارها گفت که کلید صلح در دست امریکاست. متاسفانه هیچ کسی وقت نگذاشت تا اینکه ما بالاخره به این قانع شدیم، مردم افغانستان به این قانع شد که به واقعیت کلید صلح در دست امریکا است، در دست امریکایی است. همین امریکا بود که پاکستان قناعت داد که طالبان را حاضر بکنن به دور یک میز در روسیه، در قطر، در چندین مملکت اینا نشست برخواست داشتن با سیاسیون، حتی بعضی با نماینده های حکومت، با دنیای بیرون، با دنیای بین الملل، یا نشست های داشتن که صلح بکنن. حالا اینکه چی چیز باعث شد که این موضوع را امریکا در نزدیک انتخابات به اصطلاح مختومه بسازه و به اون نپردازه و بعد از انتخابات دوباره به اصطلاح کار شروع کرده، آغاز کرده و سفرهای دوره ای آقای خلیلزاد شروع کرده، ما این را بازم با فال نیک میگیریم، به خاطر از اینکه مردم افغانستان هر به اصطلاح سوراخی که بتونم مشکلات مردم به اصطلاح حل بکنه و او به اصطلاح یک منفذ باشه که مردم افغانستان به صلح برسانه، مطمئنه که او را دنبال میکنه. فکر میکنین که حالا این سفرهای آقای خلیلزاد و اگر قرار باشه گفتگوهای صلح بین الافغانی هم آغاز شود در آینده ها، بتونه واقعا مردم افغانستان را به یک صلح مثبت و واقعی برسانه؟ مردم افغانستان امیدوار است که بالاخره بعد از این همه جنگ در بدری به صلح برسانه. اما اگر ما صرف توقع از این داشته باشیم که امریکا یا روسیه یا جرمنی یا انگلیس یا ممالکی که داخل از چین بخواهی که برای ما صلح بیاره و ما خود ما صلح نخواهیم و خود ما آماده برای صلح نباشیم، آماده به خاطر بند کردن برادرکشی و مسلمان کشی نباشیم، طبیعی است که ما هم کار کردن نمیتونم. اگر یک قدم جامعه بین الملل، امریکا و کسایی که داخل از سیاست افغانستان به اصطلاح برمیدارن، ما شما حداقل باید 5 قدم باید برداریم به خاطر اینکه به صلح برسیم. حالا حکومت افغانستان چقدر قدم برداشته به خاطر صلح و فکر میکنین که اقدامات حکومت واقعا کافی بوده به خاطر رسیدن به صلح؟ ما متاسفانه مواجه با یک حکومت دو سره هستیم که یکیش از یک آدرس صحبت میکنه، دیگه از دیگه آدرس صحبت میکنه. مردم افغانستان یا
پنج سال قبل دو به اصطلاح بخش تقسیم کردن که یک بخشی حمایت از یک بخش میکرد، یک بخش دیگه شما حمایت از بخش دیگه میکرد. اینها باید در طول پنج سال که حکومت مشترک کردند یا باید صادقانه از سوزانه برای مردم افغانستان کار میکردن، از منافع شخصی خود میگذشتن به خاطر منافع اولیای کشور، به خاطر دربدری و مشکلاتی که ملت افغانستان داره این مد نظر میگرفتن، یا باید با همدیگه کنار میامدن. حال امریکا هم خودش یک دوره است، وقتی که یک بخشی از مردمی که در داخل نظام است طرفدار صلح است، یک بخش دیگهش صلح با عزت و با تضمین میخواه، با تضمین جامعه بین المللی میخواه، یا متاسفانه مشکل به جای ازی که حل بکنن یا بر ما مشکل ساز بودن. حالا چرا نتونستن مشکل را حل بکنن؟ مشکل اساسی خود حکومت را در چی میبینین که نتونستن حالا طالبا را به میز گفتگوی صلح بکشانن و در مبحث دیگه تاثیرگذار باشن در گفتگوی صلح؟ عرض کردم جناب آقای کمال که اینجا جنگ یک بحث تجارتی است، یک بحث اقتصادی است. شما ببینید وقتی که یک پایه را در سالنگ چپه میکنن، اینجا یک تعداد به پول میرسن، به اون متایی که آوردن به خاطر تجارت و به خاطر احتکار و بزنس، بالاخره به او یا میرسن و او را به قیمت چند برابر بالای مردم افغانستان میفروشن. حکومت افغانستان یک بخشش طرفدار صلح بود و حال هم هست، ولی صلح میخواد که صلح تضمین شده باشه. ما متاسفانه نشست بو نداشتیم به جای اینکه دردها و المهای مردم افغانستان کم بکنه و مشکلات ما را کم بکنه، ما را به یک زندگی حداقل انسانی برسونه با امکاناتی که همسایه های ما داره. متاسفانه اون بخشایی که متاثر بود، تاثیرگذار بود، ما میتونستیم که برای 5 سال یا 10 سال بعد از این نظام ما برای مردم ما یک چالش باشن، اونا را دور یک میز جمع نکردن با عنوان که اون سهمشان بود یا حقشان بود یا ادعا دارن که ما دهی قربانی دادیم، وارا سهیم نساختن. متاسفانه اینمی بدبختی، اینمی جنجال های، اینمی جنگ ها. یعنی شما فکر میکنین که باید طالبا را سهیم میساختن در جلسه بون؟ مطمئنا اگر اونا در اون ابتدا چون زیر فشار بودن و در حالت فرار بودن، ساعت بسیار زیاد را از دست داده بودن، نظامشان و حکومتشان به اصطلاح سقوط کرده بود، در همون زمان امکان ازی بود که اونا را هم شریک از امی قدرت میکردن. میپذیرفتن در اون زمان طالبا؟ مطمئنا میپذیرفتن. در اون زمان اگه یادتون باشه ما تا 3 سال 3.5 سال قطعا ما جنگ نداشتیم. کسایی بودن حتی امی رهبران حکومت به اصطلاح طالبان بین امی قانع شدن که بالاخره ما رای دیگه ندارم جز ازی که بریم به یک انتخابات عمومی بریم، یک زمینه مساعد شوه و ما یک نظام داشته باشیم که کلگی دو بوجه خود به اصطلاح احساس بکنه و ببینه. حالا با این وضعیت گزینه اول بنوی از دست رفت، مثلا جلسه بن فرصت بر طالبا داده نشد، چی فکر میکنین اگر قرار باشه در گفتگوی صلح واقعا فرصت بر طالبا و حکومت داده شوه و اینا بتونن به نوعی توافق داشته باشن، فکر میکنین که توافق بتونه ماندگار باشه؟ به هر حال اگر خود افغان ها در مابین خود بشینن و به این موزل خط پایان به اصطلاح بگذارن یا نقطه پایان بگذارن، مطمئنا که جایی را میگیرن. از جامعه جهانی و از همسایه ما توقع ما اینمی است که بعد از این همه فداکاری که مردم افغانستان به خاطر دنیا کرده، به خاطر آزادی دنیا کرده، به خاطر آزادی جماهیر شوروی کرده که امروز هر کدامش صاحب استقلال است، ما دیگه برای جنگ تولد نشدیم. ما فکر میکنین افغانستان وسیله بود که جماهیر شوروی را آزاد ساخت؟ مطمئنا، مگر غیر از این بود؟ قربانیش 2 میلیون انسانی که شهید شد، اینها به خاطر قربانی و به خاطر عزت اسلام، به خاطر وقار اسلام، به خاطر دوام اسلام اینا قربانی دادن و در قربانی از این مجاهدین، از این کسایی که خدا فنا کردن، ما امروز میبینیم که 18 جمهوریت از جماهیر شوروی استقلال گرفت. ما زمین اساس استقلال جماهیر شوروی بودیم، نه تنها که جماهیر شوروی بلکه ملتهای زیادتری بودن. حالا با این وضعیت کسایی که شما میگین نام اسلام را دوباره زنده ساختن، پس چرا امروز یک ایده کثیر از اینا با منافع دنیوی سر کار دارن؟ و مثلا اگر از رهبرانشان یادآوری بکنیم، تفاوت بین یک کسی که در خط اول نبرد جنگیده تا یک کسی که فعلا قبلا رهبر بوده و فعلا هم یک مقام بلند را در دست داره بسیار زیاد است. عرض دارم جناب آقای کمال، ما در شرایط بسیار حساس و تاریخی قرار داریم، به این مفهوم که اینمی فرصت اگر مردم افغانستان و رهبرای افغانستان عزیز داد،
در اینجا باز مسئول مردم افغانستان است، مسئول رهبرای افغانستان است، کسایی هستند که در سه دوره گذشته مردم افغانستان از سر خود گذشتن، از انگشت خود گذشتن، از عزیزترین دوستای خود گذشتن، از اقارب خود گذشتن، به اینها رأی دادن که اینها ملت ما را بسازه و یک نظام را بسازه که دو امکانات باشه، زندگی باشه، هر کس خود دو آینه ببینه. حال وظیفه رهبرای ماست که از منافع شخصی خود بگذرن، به رسالت تاریخی خود باید عمل بکنن، چیزایی که مربوطشان میشه مسئولیتشان است و من حیث رهبر، من حیث زعیم از این مملکت وظیفه دارن که از منافع شخصی خود بگذرن. چقدر قبلا این کار را انجام دادن، از منافع شخصی خود گذشتن به نظر شما؟ متاسفانه اگر میگذشتن ما امروزی چالش ها و بدبختی ها را ما نمیدیدیم، به خاطر از اینکه ما برادر مسلمان همدیگر هستیم، اگر اون طرف است اگر این طرف است، هر دویش برادر مسلمان ماست، از این ما هیچ وقت به اسلام منکر شده نمیتونیم. در طول 13 سال یا 19 سال گذشته همه صدا میکنه که ما همه برادر هستیم. چطور شد که امریکا وقتی که بخواه تا دقیقه 90 مقاومت میکنه، استادگی میکنه، سر موضوع صلح تاکید میکنه، ولی وقتی که امریکا یک سناریو را میسازه، یک انتحار، یک انفجار در شهر کابل میشه و به خاطر یک امریکایی حداقل 35 میلیون نفری که آرزو داشتن که بعد از به اصطلاح بسیار نزدیکی ها شاید صلح دوامدار خواهد باشن و او را به اصطلاح کلش مختومه میکنن و وقتی برای قربانی و بیچارگی مردم افغانستان نمیگذاره، موضوع انتخابات اینها به اصطلاح مختومه میکنن و میگن که بیاید ما شما انتخابات بکنیم، موضوع صلح را مختومه میسازه و به انتخابات میپردازه. سپاس از شما. انتخاباتی که 9 میلیون شهروند در او به اصطلاح ثبت نام کرده باشه یا 10 میلیون شهروند اشتراک کرده باشه و 1 میلیون 800 هزار از او به اصطلاح باز دروج به اصطلاح حق مستقیم رأی داشته باشه، طبیعی است که انتخابات دیگه حیثیتش، ارزشش اگر ما نگیم جامعه جهانی میگه و تاریخ در قبال از این انتخابات مطمئنانه که قضاوت خواهد کرد. سپاس از شما. بینده های عزیز یک وقفه کوتاه میگیریم و دوباره زود برمیگردیم. بازم خوش آمدین بینده های عزیز. آقای حق پرست، حالا ما در آستانه اعلان نتایج انتخابات قرار داریم و کمیسیون گفته که تا 23 عقرب نتایج ابتدایی و در 15 قوس هم نتایج نهایی را اعلان میکنن. چی فکر میکنین نتایج انتخابات چقدر میتونه بر پروسه سال تاثیر گذار باشه و در بود دیگه اگر قرار باشه انتخابات با بحران برای یک سلسله مشکلات در نتایج انتخابات به وجود بیاید، آینده سالا چگونه میشه؟ جناب آقای کمال، مردم افغانستان زمانی که رای دادن به نظام مشروع خواستن که رای بدن، هرچند که اشتراک مردم بسیار کم رنگ بود و او حیثیتی که یک انتخابات باید داشته باشه و یک ملت داشته باشه، متاسفانه چیز مردم ما به تفاوت بود، اشتراک نکردن. درست است که ولایت ها و ولسوالی ها اکثرش جنگ بود، مشکلات بود، ولی ما در شهر کابل شاهد از این بودیم که اگر در یک مرکزی که به اصطلاح کس ثبت نام کرده بود به خاطر رأی دادن و استیکر زده بود، اگر 4000 نفر در اونجا اشتراک کرده بود، متاسفانه 800 یا 1000 نفر اشتراک کرده و مردم عام هم چندان علاقمند نبود، به خاطر از اینکه تا لحظاتی که آخری را خود امریکا و جامعه جهانی طرفدار انتخابات نبود، بنابراین مردم افغانستان هم اعتبار نداشتن که این انتخابات برگزار شود و دومین حالت آخری بود که مردم هم چندان علاقمند و خوش نبودن که در انتخابات اشتراک بکنن، کم این که کمیتشان و حضور کمرنگشان نشان دهنده از این موضوع است که نمیخواستن که انتخابات به این شکل برگزار شود. چون درست ما در شهرهای بزرگ شهر کابل امکانات داریم برای شهروندان خود، ولی در ولایت‌های دوردست و ولسوالی‌های دوردست که هیچ گونه امکاناتی نیست، وام شهروند از این ملک هستند، وام حق داشتن که به اصطلاح رای بدن و زعیم ملی خدای به اصطلاح. حالا نتایج این انتخابات چقدر میتونه تاثیر گذار باشه بر پروسه سال؟ به هر حال یک روند است، روند دموکراسی است. مردم افغانستان تازه را تجربه میکنن. متاسفانه کمیسیون انتخابات از ابتدا با مسئولیت‌های ملی و رسالت تاریخی خود عمل نکرد، انتخابات حیثیتش، عزتش، وقارش خود کمیسیون خراب کرد.
ما میتونستیم که بهتر از این انتخابات برگزار بکنیم، ما میتونستیم که آگاهی بهتر و بیشتر بکنیم تا مردم رو به این قناعت بدیم که سرنوشت خودشان در دست خودشان است و باید در انتخابات شرکت بکنیم. حالا اگر نتایج انتخابات بره به بحران، آینده گفتگوهای سال چگونه فکر میکنین؟ آیا احتمال از این وجود داره که فرصت سال از دست بره؟ فرصت تا له هست، تا له به خاطر پس از نتایج انتخابات گفتگو با ما همونطور که مردم افغانستان، شهروندان افغانستان آمده در انتخابات سهم گیرند و زمانی که برادرای مخالف میان به این پروسه میپیوندند، در قبال از هر توافقی که به اصطلاح ایجاد میشه با در نظر داشت منافع اولیای مملکت، حقوق زن، حقوق شهروندی، امکانات اینها در مد نظر بگیره، همونطور که مردم افغانستان رای دادن، باز میشه که دوباره یک همه پرسی شد و ما میدونیم سر نظام بعدی باز بحث بکنیم، صحبت بکنیم. همه پرسی خودش یک بحث به اصطلاح انتخابی است به اصطلاح. اما آیا فکر میکنین که حالا حکومتی که قرار است در اثر نتایج انتخابات به وجود بیاید، حکومت آینده که ممکن از رهبرای فعلی باشن یا یک کس تازه، حالا نظام خود را یا 5 سال حکومت خود را قربانی صلح بکنه و بپذیره که طالبان بیاین به نظام و دوباره همه پرسی یا انتخابات دیگه صورت بگیره؟ خب زمانی که رهبران ما سینه ما را و سنگ ما را به سینه خود میزنن، میگن که ما خادم شما هستیم، خدمتگزار شما هستیم و میخواییم برای شما خدمت بکنیم و میخواییم بانی تاسیسات عظیم به خاطر آینده نسل های بعدی از افغانستان باشیم، طبیعی است بخواست مردم افغانستان اونها هم باید لبک بگه، مثل که قبلا خدمت رو نرس کردم، از منافع شخصی خود باید بگذاره، منافع عام مردم بیچاره رو مد نظر بگیره، منافع عام خانواده شهدا رو بگیره، از ورثه معلولین رو مد نظر بگیره، از مردم عام را که متاسفانه وزارت هایی را که نمی نظام ساخته کدام کار بنیادی رو برای مردم افغانستان کرد، غیر از اینکه اینها بیشینن جلسه بگیرن و روی پالیسی صحبت بکنن. ما متاسفانه کارهای عملی بسیار کم شاهد بودیم. 30% از مردمی که متاسفانه امروز در کو بلند شدن و بر علیه از این نظام اسلام می جنگن به خاطر بی‌تفاوتی، بی‌کفایتی علمی اشخاصی بودن که منعیس مسئول در پشت میز یا نشسته بودن یا بی‌عدالتی کردن در حق کسایی که پس حالا در جنگ افغانستان به نوع خود حکومت و کسایی که حالا وظیفه خود را درست هم انجام ندادن سهم دارن؟ مطمئنن که سهم داره. شما متاسفانه دیدیم که تا سالهای بسیار زیاد در حکومت وحدت ملی اینا با همدیگر دیدار نداشتن، اینا حتی تا سطح معاون افزار یا اینها با همدیگر جنجال کردن، تا سطح معاونیت یک روزی پلیس هست، تا ریاست ناحیه و امنیت ها و ریاست های بسط بلند و خود تبعیز وزارت ها و جنجال های خود ما و شما داشتیم که وزارت خارجه یکی از نمونه هایش هست. پس اینا مسئول هستن، اینا نمیتونه که مشکلات از گردن خود بگیره و گردن دیگری بندازه، اینا هر دوی از این بزرگ ما مسئول هستن و ما بازم توقع داریم که بزرگای ما، سیاسیون ما، رهبرای ما وحدت بکنن، اتفاق بکنن، تعهدگزار یک افغانستان نوین باشن. ممکن است چند وزیر یکی از طرفین اگه به اصطلاح برنده شه و چند وزیر ممکن است یک چند شخص به اصطلاح خوش بسازن، ولی اینها رسالت تاریخی دارن، اینا باید یک نام نیک با نوشتای زرین در تاریخ افغانستان باید داشته باشه. اگر فرصت صلح هدر بره، مقصر اصلی کی است؟ حکومت افغانستان، طالبان یا امریکا؟ مقصر در رأس همه امور متاسفانه در همه بدبختی هایی که برای امت مسلمه علل خصوص برای مردم افغانستان پیش آمده مسئولش امریکاست. مسئولیت اول امریکا داره، در وهله دوم مسئولیت از رهبرای ماست، رهبرای جهادی ماست، رهبرای سیاسی ماست، رهبرای برادرای طالب ماست که اینها میگه که ما به خاطر اسلام میجنگیم، به خاطر آبادی و عزت و وقار از این مملکت ما میجنگیم. زمانی که امریکا به این نتیجه رسیده در نتیجه گفتگوهایی که ما یک مرحله را داشتیم که اینها حضور خود کم رنگ بسازن و بالاخره در نهایت افغانستان ترک بکنه، اینها وظیفه دارن، مسئولیت دارن که بیان دور یک میز صحبت بکنن با مردم افغانستان، امو رسالتی که دارن، وظیفه‌ای که دارن او را صادقانه. حکومت افغانستان چطور مسئولیت برمیگردم؟ طبیعتاً به حکومت افغانستان. حالا اگر فرصت سال ادر برای فکر نمیکنین که بزرگترین مسئولیت دوباره باید برگرده به حکومت، به خاطر که حکومت نتونسته یک اجماع وقیع را به خاطر سال به وجود بیاره و در بود دیگه با فشاریشان بیشتر روی انتخابات بوده نسبت به سال؟ در عصر کنونی در نظامی که ما داریم، چون اکثریت ممالک ما را به رسمیت میشناسه، سفارت های ممالک دیجی است و
سفارت های ما در ممالک دیگه است. مطمئنم که مسئولیت عام مردم افغانستان هم، مسئولیت 33 یا 35 میلیون نفری که در این ملک زندگی میکنه، این همین نظام داره، در این شک نیست. اولین مسئولیت این همین نظام داره، این همین رهبران ما داره، سیاسیون ما داره. اول باید اینها با مسئولیت های خود عمل بکنه، زمینه را مساعد بکنه، صداقت خود نشان بتن و برادرای طالب و مخالفین نشان بده که ما صادق هستیم و واقعا که میخواهیم بنی یک نظام در افغانستان باشیم که حداقل 100 سال بازی که مردم مشکل نداشته باشه. مرگ بغدادی رهبر داعش چقدر میتونه مهم و تاثیرگذار بر پروسه صلح افغانستان باشه و چقدر میتونه حالا کمک بکنه به این که حالا افغان هایی که امروز در صفوف داعش در خود افغانستان می جنگن دوباره برگردن به حکومت افغانستان یا به نوع به پروسه صلح؟ متاسفانه این قهرمان ها همش پوشالی است و وسیله است. ما دیدیم که رهبر القاعده کشته شد، ولی کدام تغییر بنیادی که با واقعیت او نهاد یا او شبکه به اصطلاح اعلان کرده باشه که ما دیگه سقوط کردیم، ما دیگه به مبارزه خود ادامه نمیتیم. طبیعی است که مرگ البغدادی هم مشکل مردم افغانستان یا مشکل جهان اسلامه که فعلا با داعش در جنگ است، در جنگ مستقیم است، مشکل ما را حل کرده نمیتونه. حالا پس چرا مثلا بنای بعد از مرگ اسامه بن لادن چیزی که امریکا یادآوری کرد، اونا به قتل رساندن اسامه را در پاکستان در یکی از نقاطی که در نقاط مرزی افغانستان هم گفته میشه، اما دو طرف دیورند که مرتبط میشه با پاکستان، رهبری القاعده خیلی ضعیف شد و گروه القاعده خیلی ضعیف شد و حالا چقدر احتمال ازی وجود داره که پس از مرگ بغدادی هم داعش ضعیف شوه؟ و اگر ضعیف نمیشه چه تفاوت بین القاعده و داعش است؟ ما زمان در سال 2000 قبل از او اگر یادتان باشه در سریلانکا ببرهای تامیل یک گروه تروریستی بود که انتحار و انفجار از اونجا آغاز شد. اگر یادتان باشه زمانی که منافع دنیا و استخبارات منطقه ایجاب کرد، او شبکه را از بین برد. زمانی که رهبر او را کشتن، خود از اموی شبکه در سایت خود اعلام کرد که ما دیگه مبارزه به نام ببرهای تامیل نداریم. اما دیگه القاعده حضور پیدا کرد و وجود پیدا کرد و بالاخره باعث مشکلات بسیار زیاد برای جهان اسلام و برای دنیا شد. در کنارش ما دیدیم که یک شبه شخص به نام البغدادی آمد و یک گروه به نام داعش. ما دیدیم که عراق را تصرف کرد، نصف سوریه را زیادترش را تصرف کرد، متاسفانه وارد افغانستان هم شد. حال یا ممکن است تاریخ مصرف آقای بغدادی هم گذشته باشه، ممکن است حال یک شبکی دیگه، یک اشخاص نو به یعنی احتمال به وجود آمدن شبکه سومی هم وجود داره. مطمئنا منتظر باشید، مطمئن باشید که زمانی که داعش نتونست، البغدادی نتونست به او به اصطلاح سناریویی که امریکا برش داده بود و به اصطلاح استخبارات منطقه برش داده بود، وقتی که او نتونست به او عمل بکنه، مطمئنا که تاریخ مصرف از او گذشته و مطمئن باشید که شبکه‌های تروریستی دیگه هم ایجاد خواهد شد. حالا سیاست امریکا را در قبال افغانستان اگر بررسی بکنیم، در 18 سال یا بیشتر از 18 سال حضور که امریکا در افغانستان داشته، چقدر تونسته علیه تروریسم مبارزه بکنه؟ متاسفانه مبارزه کرد، ولی مبارزه صادقانه نکرد. مبارزه کرد به شکل تجارتی، به اصطلاح مبارزه کرد. شما زمانی که اگر یادتان باشه وقتی که امریکا به افغانستان حمله کرد، اینها حضور فیزیکی نداشتن، اینها از هوا حتی یک شخص در یک موتر، مثلا در مسیر 20 موتر روان بود، اون شخصی که مد نظر از یا بود یک شخص میزدن. حال وقتی که آمدن افغانستان را دیدن، کوچه به کوچه، وجه به وجه به اصطلاح گشتن، همه جا را دیدن، نقشه کردن، این مردم را کلش مطمئنن که میشناسن و اگر بخواه یک شبه در طول یک هفته میتونه که این مردم را از بین ببره و زمین را برای آرامش عمومی به اصطلاح مهیا بسازه. سپاس از شما آقای داود حقپرست، آقای امور سیاسی. ما سلامت به جناب آقای کمال لطف کردین. ما پیام بر مردم افغانستان بفرمایید. به این مفهوم که ما در طول 40 سال گذشته ما شاهد جنگ حکومت به اصطلاح کمونیستی و مجاهدین بودیم. امروز ما در مراسم ها، در عروسی ها، در مناسبت ها میبینیم که در یک گوشه میز برادر مجاهد ما نشسته و در بخش دیگه ما برادری که به نام کمونیست بود یا به اصطلاح خلقی یا پرچمی بود. در طول سالهایی که اینها به اصطلاح در نظام حاکم بودند،
ما را به انواع مختلف مگر نکشتن، ذهنیت های مختلف برای ما ندادن. امروز اینها دوباره چطور مگر برادر شدن؟ پس از این معلوم میشه که مردم افغانستان همش برادر و برابر است، هیچ قوم بالای قوم دیگه برتریت نداره. ما شما برادران یک کلمه هستیم. یعنی کلمه. شما میگین که روز خواهد رسید که طالبا هم با مردم فعلی که حالا در کابل است یا در تحت سلطه حکومت است برادروار بشینند؟ مطمئنا ما برادرای مسلمان ما هستند. امروز ما شما شاهد هستیم که در این طرف نظام یک برادر در حکومت به اصطلاح بر علیه طالب می جنگه، در اون طرف برادر از این شخصی که در نظام است، در حکومت است، او بر علیه از این نظام می جنگه. ما این موضوع را شاهد بودیم، ولی چیزی که مسئولیت عمده و عمومی است، مردم افغانستان رسالت دارند و وظیفه دارند. تشکر از شما. در کنار حقایق بیستن و حقایق دنبال بکنن و حقایق باید تقویه بکنن و همه ما باید برادروار با همدیگر در کنار همدیگر زندگی بکنیم. سپاس از شما بینده های عزیز، سپاس از این که تا این دم بیننده برنامه ما بودین. با شبکه افغان باشین. شب شما بخیر.